توی زمان جنگ جهانی دوم یه مردی بود که با تفنگ دوبیندار نازی‌ها رو شکار می‌کرد. اسم این مرد روح قرمز بود تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید ممنون میشم که اگه که ویدیو رو لایک کنید و یک کامنت هم برای حمایت از ویدیوهای طولانی بذارید اگر هم دوست دارید فیلم ها رو به صورت خلاصه ببینید میتونید همین الان سابسکرایب کنید فیلم از دسامبر 1941 شروع میشه وقتی که نازیا به اتحاد جماهیر شوروی حمله میکنن یه کامیون نظامی آلمانی توی جای برفی توقف میکنن سربازا به همراه یه زوج روسی که دستگیر شدن پیاده میشن مرد یه کیسه روی سرش و وقتی که اون کیسه رو برمیدارن میبینیم که مثل هیتلر لباس پوشیده این کار حسابی نازیا رو عصبی میکنه ولی مرد توضیح میده که اونا فقط بازیگرن و دارن توی تئاتر نقش بازی میکنن سرباز وقتی اینو میشنون ازشون میخوان که این نمایش اجرا کنن زنه میترسه و فکر میکنه که آخرش کشته میشن ولی مرد تصمیم میگیره که یه تلاشی بکنه اون نقش هیتلر مستاصل رو بازی میکنه ولی آلمانیا اصلا از بازیش خوششون نمیاد و بهش میگن کافیه فرمانده به سرباز دستور میده که زوج رو بکشن همین موقع است که از ناکجا با تیراندازی شروع میشه و همه سربازای آلمانی کشته چند بعد تک تیرانداز مرموزی که اونا رو کشته بود ظاهر میشه معلوم میشه که اون یه شکارچی نازی به اسم روح قرمز بوده که معروف به کشتن هزاران سرباز آلمانی الان دشمنا دارن دنبالش میگردن و یه جایزه بزرگم برای سرش تعیین شده روح قرمز شروع میکنه به کندن نشانهای سربازای مرده مقداری از غذای اونا رو برمیداره و حتی با زن هم تقسیم میکنن اونا خیلی ازش تشکر میکنن اسمش رو میپرسن ولی روح قرمز بدون توجه بهشون رو میگیره و میره توی صحنه بعدی یه گروه از سربازای شوروی رو میبینیم از یگانشون جدا شدن و دارن توی برف سنگین دنبال راه برگشت میگردن توی این گروه فرماندهی ای به اسم دد هستش و اعضای تیمش که شامل پلوتروک کاستیا و موریچوک و یه پرستار زن به اسم ورا میشه یه مرد زخمی به اسم کولیا هم هست که روی برانکار هم میشه بعد از یه مدت دد و کاستیا یه پسر جوون رو پیدا میکنن که نزدیک یخ بزنه پسر میگه که اونم سرباز شورویه کاستیا لباسش رو بررسی میکنه و هیچ سلاح چیز مشکوکی پیدا نمیکنه اینجا میفهمیم که کاستیا یه زخم روی یه چشم داره و لاله با اینکه به پسره مشکوکن که شاید جاسوس آلمانی چیزی باشه دد تصمیم میگیره که اونم هم همراه خودشون ببرن هرچه جلوتر میرن راه سختتر میشه چون که برف شدیدتر میشه بعد از کنار اجساد سربازای یخزده رد میشن و تصمیم میگیرن که شب رو توی خرابه سپری کنن اونها دور آتیش جمع میشن تا گرم بشن همه شروع میکنن به صحبت جز اون پسره که از دور نگاهشون میکنه بعد کلیا شروع میکنه به شوخی کردن تا حال بقیه رو بهتر کنه ولی چند لحظه بعد به خاطر میمیره و همه رو شوکه میکنه ورا کلی گریه میکنه و معلومه که کلیا براش خیلی مهم بوده صبح روز بعد چند تا نازی به محل کشتار روی قرمز میرسن همونطوری که دارن تمیزکاری میکنن ده باره این که روی قرمز تو دو ماه 61 آلمانی رو کشته حرف میزنن فرمانده اصلی دستور میده که سروان براون و زیر دستش کلاین هرچه چه این آدم رو پیدا کنن از اون طرف گروه شوروی هم به راهشون ادامه میدن و به کلبه کوچیک میرسن به نظر میرسه که اینجا به خاطر حمله آلمانیا متروکه شده موریچوک میره اول چک کنه و بعد از اینکه مطمئن میشه که امنه بقیه رو صدا میزنه داخل کلبه اونجا یه میز میبینن که روش ودکا و خوراکی چیده شده موریچوک میخواد بخوره ولی کاسیا سری میاد و جلوی اون رو میگیره اینجا بحثشون میشه چون که موریچوک مصر به خوردن ودکاست ولی دد بهشون میگه که این یه تله آلمانی هاست که واسه پارتیزانا گذاشتن و غذا و ودکا هم مسمومه بعد از اون بقیه گروه هم میان و میبینیم که ورا خیلی بار داره یعنی ماهای آخرشه دیگه دد و پولیتروک میرن توی خونه بگردن و کشف میکنن که اهالی خونه توی تویله کشته شدن و هم بدناشون با یه پتو پوشیده شده توی صحنه دیگه تیم بران رو میبینیم که داره توی برفا با ماشین میره کلاین به بران میگه که روح قرمز کجاست و اون بهش این گزارش رو میده که تا حالا چند نفر کشته و توی کدوم روستا هستش ولی بران وسط حرفاش میپرسه تو سونا دوست داری کلاین میگه نه ولی بران منظورش اینه که بیشتر به سونا علاقه داره تو روح قرمز کلاین هم میگه که ای روستای متروکه این نزدیکی است که حموم درست حسابی هم داره و اضافه میکنه که این بخش امن و دشمنی هم توش نیست توی خونه تصمیم میگیره که بران روستای نزدیک و برای گرفتن غذا و کبریت بگردن ورا حالش خوب نیست واسه همین تصمیم میگیره توی خونه بمونه و موریچو کم میمونه تا ازش محافظت کنه ولی به محض اینکه بقیه میرن آلمانیا سر میرسن ورا تا اونا رو میبینه سری زیره صندوق بزرگ قایم میشه کلان به بران غذای مسموم که روی میز رو نشون میده و فخ میفروشه که کار خودشو کلی روس رو باهاش کشته در همین حین موریچو خودشو رو به دوستاش میرسونه که هنوز زیاد از خونه دور نشده بودن بهشون میگه که آلمانیا رسیدن و ورا هم توی خطره پولیتروک یه مش توی صورتش میزنه و دعواش میکنه که چرا ولش کرده ولی موریچو قسم میخوره که رفته بوده دستشویی و وقتی که آلمانی‌ها رو دیده چون که تنها نمیتونسته باشون به جنگ فرار کرده حالا گروه مجبوره که نقشه بکشه تا ورا رو نجات بده پس اونا اسلحه هاشونو آماده میکنن و از دور آلمانی‌ها رو زیر نظر میگیرن که ببینن کی میرن توی خونه سربازا دارن همون رو واسه بران آماده میکنن اونا شروع میکنن به بازی با یه خوک ولی بران میاد و خوک رو میکشه اون بهشون میگه که با غذاتون بازی نکنین و جدی باشین همزمان ورا از مخفیگاهش داره اونا رو بی نگاه میکنه یه جای دیگه همون پسره با دد حرف میزنه میپرسه که چشم کاستیا چی شده دد براش تعریف میکنه که یه بار خیلی وقت پیشا کاستیا یه سیب از باغش دزدیده و دد هم یه تیر توی هوا شلیک کرده که بترسوندش ولی کاستیا سر خورده و چشمش رفته توی شاخه درخت دد اعتراف میکنه که هنوزم از اون اتفاق احساس گناه میکنه از اون طرف کلاین به بران هشدار میده که نره همون چون که روی قرمز اون نزدیکیاس این حرف بران رو عصبی میکنه و شروع میکنه به دعوا کردن با زیر دستاش همزمان یه سرباز دیگه به اسم گونتر صدای ورا رو از زیر صندوق میشنوه صندوق رو باز میکنه با دیدن ورا شوکه میشه سعی میکنه یواشکی کمکش کنه و بدون که کسی بفهمه ببردش بیرون ولی بران مشکوک میشه و ازش میپرسه که چی شده در نهایت گونتر مجبور میشه که اعتراف کنه که یه نفر زیر صندوق پنهان شده بعد از اون بران شروع میکنه به بازجویی از ورا و گونتر مترجمش میشه گونتر دلش واسه ورا میسوزه و بهش اطمینان میده که کاری باهاش ندارن هم بهشون میگه که هشت ماه حامله است و این خونه مال خودشه ولی کلاین میفهمه که تو هیچ کدوم از عکسای خونه نیستش و شک میکنه که ورا داره دروغ میگه پس داستانشو عوض میکنه و از یه روستای دیگه فرار کرد و این اینجا پناه گرفته ولی بدبختی از اونجا شروع میشه که کلان یونیفرم نظامی و کارت شناسایی ورا رو توی گوشه پیدا میکنه و میفهمه که اونم یه سربازه ورا وحش از زده میشه و التماس میکنه که نکشنش ولی فایده ای نداره کلان شروع میکنه به کتک زدن وحشیانه ورا تا جایی که گنته از دیدن این صحنه حالش بد میشه و میره بیرون بالا بیاره یه مدت بعد کلان ورا رو در حالی که خونین و پا است از خونه پرت میکنه بیرون سربازای شوروی که از دور خونه رو زیر نظر داشتن از دیدن این صحنه وحشت میکنن دد اعلام میکنه که دیگه نمیشه ورا. پرا رو نجات داده و باید برن ولی یهو پسر از جا میپره میدو به سمت سنگر موریچوکان وقتی که اینو میبینه میفته به دنبال پسره این دوتا خیلی راحت سه تا سرباز آلمانی رو توی سنگر ناکار میکنن از اون طرف کلاین تصمیم میگیره که ورا رو دار بزنه ولی یکی از سربازای پیر اعتراض میکنه و میگه که واسه زن حامل زیادی ظالمان است کلاین میگه که باشه پس میزنیمش ورا هم شروع میکنه به فوش دادن میگه که خدا تقاصش رو ازشون میگیره گونتر این حرفاش رو ترجمه میکنه و کلاین یه لحظه مردد میشه تو رو میده به گونتر و میگه که دو دقیقه وقت داری تا کارشو تموم کنی در همین لحظه یا یه نفر تیر میزنه تو سر سربازو و میکشدش بله روح قرمز اومده بعدش هم چند تا نارنجک میندازه سمت خونه برم از فرصت استفاده میکنه از بین نردا فرار میکنه سربازای شوروی هم از اون طرف حمله میکنن و با کمک روح قرمز بیشتر آلمانیا رو میزنن توی همین گیرودار بران که توی همون بود لخ میدوه توی طویله تا قایم بشه روح قرمزم هم میرسه به همون ولی کلانگ دیاب به جوش میریزه رو سرش کلانگ سعی میکنه فرار کنه ولی میخوره به یه تیکه چوب و بیهوش میشه بعد از یه مدت بهوش میاد ولی تظاهر میکنه که مرده روی قرمز هم خوبی نداره و از شدت سوختگی از حال میره بعد از اینکه همه آلمانیا رو میزنن سربازای شوروی نفس راحت میکشن و روح قرمز بیوش رو میارن توی خونه دور میز جمع میشن و شروع میکنن به خوردن غذاهای آلمانی در حال بحث کردن درباره اینکه بعدش چیکار کنن هستن که یهو ورا درد زایمانش میاد خوشبختانه دل کمی تجربه تو این کار داره و با کمک همون پسره بچه رو به دنیا میارن بعد از کلی زحمت بالاخره یه پسر جیغجیغوی سالم به دنیا میاد و همه رو شاد میکنه از اون طرف بران که لباس زنونه پوشیده میدو وسط جاده جلوی یه گروه آلمانی این گروه رو همون افسر رهبری میکنه که اول بران رو فرستاده بود دنبال روی قرمز با دیدن قیافه بران که تون لباس زنونه است افسری که ناامید شده فقط بهش نگاه میکنه و هیچ چی نمیگه بعد از یه مدت روی قرمز به هوش میاد و شروع میکنه به آماده کردن تفنگش اون بدون اینکه حرفی بزنه از خونه میره سربازای شوروی هم از رفتارش میفهمن که آلمانی نزدیکن با همین خودشون آماده میکنن بیرون خونه کلان که حالش جا اومده میزنه می به چاک توی صحنه بعد یالمه سرباز آلمانی دور خونه رو میگیرن و حمله رو شروع میکنن چند تا نارنجک میزنن که نصف خونه رو خراب می میکنن خوشبختانه هیچ از روسا کشته نمیشن و شروع میکنن به زده حمله برا پشت اوجا قائم میشه و بقیه هم از پشت موانه تیراندازی میکنن دت که حسابی احساسی شده از کاستیا بابت چشمش معذرت میخواد و آماده میشه که براش پوشش بده وقتی که آلمانی نزدیک میشن روی قرمز چند تاشونو میزنه و یه بمبم پرت میکنه سمت فرمانده ددم چند تا دیگر رو میکشه ولی خودش تیر میخوره و کشته میشه پلیتروک توی نبرد شدیدا زخمی میشه و فکش در میره ولی موریچو که این کار از فکش جا میندازه و بهش هم یکم ودکا میده که حالش بهتر بشه اونم براش مسلسل برمیداره حالت مسیمیر میره توی خط حمله چهار نفر رو میزنه ولی آخرش توسط و بران کشته میشه چند از بعد ماری با این نارنجک منفجر میشه و جونش از دست میده کاستیام از اون طرف توسط و بران تیر میخوره و به نظر میرسه که مرده بعد از اون روح قرمز و بران بالاخره رو در رو میشن یه دوئل شدید بینشون شروع میشه اول با تفنگ بعد با سرنزه و در آخر با دستای خالی آخرش روی قرمز پیروز میشه و بران رو با چاقو میکشه ولی درست وقتی که به نظر میاد که قهرمانا پیروز شدن کلاین ظاهر میشه و از پشت به روی قرمز شلیک میکنه میکشدش اما از اون طرف یه تیرانداز مرموز از دور کلاین رو میزنه معلوم میشه که این تیرانداز کسی نیست جز ورا اون پسره که به همراه بچه سالم موندن توی صحنه بعدی همون زوج بازیگر اول فیلم رو میبینیم که یه گروه دیگه از آلمانیا اونا رو دستگیر کردن و جلوی یه جمعیت دارن حسابی کتکشون میزنن افسر آلمانی میاد و اعلام میکنه که هر کسی که روی قرمز رو دیده بعد بیاد جلو و بگه وگرنه که این مرده کشته میشه کسی چیزی نمیگه و افسر یه بچه رو میگیره و تهدید میکنه که میزندش بازیگر که این صحنه رو میبینه بالاخره زبون میکنه میگه که روی قرمز چند روز پیش نجاتمون داد و آلمانیا رو کشته اون میگه که این بار دیگه نمیترسه و شروع میکنه به فوش دادن به آلمانیا افسر نازی با شنیدن این حرفا عصبانی میشه و به سربازش دستو میده که اعدامش کنن اما یهو یه تک تیرانداز افسرا چند تا از آلمانیا رو درجا میزنه بازیگرا زنش هم از فرصت استفاده میکنن و با دست خالی به چند تا آلمانی حمله میکنن و میکشنشون بعد از تموم شدن درگیری تک تیرانداز میاد سراغ آلمانیای مرده و مدالاشون رو داره و غذای اسلحه پیدا میکنه رو میزنه به جیب و از اونجا میره وقتی که داره میره بازیگر بهش نگاه میکنه و میفهمه که این آدم یه نفر دیگه هستش ولی چیزی نمیگه توی لحظات آخر فیلم میفهمیم که این آدم در واقع کاستیاست که از اون درگیری جون سالم به در برده و نقش روح قرمز بعدی رو به عهده گرفته نتیجه اخلاقی هم که همیشه شبا دندوناتون رو مسواک بزنید